من مخالف طرح صیانتم. یه آدمایی هستن که دوست ندارن پول بدن به کاردان تا یه کاری رو انجام بده، خودش سعی میکنه یاد بگیره انجام بده، خصوصا اگر در حوزه فعالیتیش باشه. چند وقت پیش یکی از دوستام از من درخواست کرد یه اپل آیدی براش بسازم و منم رفتم تحقیق کردم و دیدم چه جالب، میشه هنوز اپل آیدی داخل ایران ساخت بدون استفاده از شماره تلفن. خوشحال میشم اول ویدیو رو لایک کنیم تا بهتون یاد بدم چطوری اپل آیدی بسازید. سلام، من احران نیازی هستم. همونطوری که متوجه شدین ویدیو همچنان رایگان در اختیارتون قرار نمیده، هزینه‌اش یه تونه لایک. بریم ادامه داستان. بریم ادامه داستان. خیلی خب، اول توضیح بدم که چرا باید آموزش ساخت اپل آیدی رو براتون شرح بدم. به خاطر اینه که اپل آیدی ساختنش سخته و نیاز به آموزش داره، به خاطر اینه که به راحتی نمیتونیم بسازیم. به صورت پیشور شما میرید تو سایت اپل آیدی، درخواست میکنید، بعد میگه خب شماره تلفن بده، بعد شماره تلفن ایران توش نیست و اینجا به مشکل میخوریم. راهکار چیه؟ راهکار اینه که اپلیکیشن آیتیونز رو در کامپیوتر دانلود بکنید، بعدش در بخش اکانت ساین این رو بزنید. همونطور که توی تصویر میبینید گزینه کرییت نیو اکانت هست، روی ضربه بزنید، اطلاعات شخصیتون رو پر بکنید، در جریان باشید. این اطلاعات شخصی برای بازگردانی اکانتتون بسیار حائز اهمیته، برای بازگردانی اپل آی دی تون بسیار حائز اهمیته، پس با دقت پرشون بکنید. بعد میرید جلو میرسید به مرحله پر کردن آدرس. اینجا کار سخت میشه. شما باید برید سراغ سایت هایی که به شما آدرس فیک میدن. کافیه توی گوگل بزنید فیک آدرس جنریتور یا همون فیک آدرس جنریتور، میزنین، بعد بر اساس کشور مد نظرتون بهتون ایالت، استان، شهر، کوچه، پلاک، زیپ کد، همه چی رو بهتون میدن. وارد میکنین، میرید مرحله بعدی و تمام، اپل آی دی تون رو ساختید. اپل آی دی برای استفاده از محصولات اپل نیازه. اما چرا در محصولات اپل شما نیاز به ثبت شماره دارین؟ خب مثل همین کاری که گوگل با ما میکنه. شما توی گوگلتون خب تو استپ وریفیکیشن میذارید دیگه، در اینستاگرام دارید، در واتساپ دارید، در تلگرام دارید، در تمامی پلتفرم‌ها هست برای افزایش امنیت. اما مشکلش اینه که همه کشورها ایران آزاد گذاشتن الا اپل تحریم کرده دیگه، واسه همین شما نیاز دارین که از این طریق انجام بدید. جای نگرانی هم نداره، فقط تنها کاری که لازمه بکنید این پسورد اکانتتون رو به هیچ حد و ناسی ندید که خدای نکرده یه موقعی ازش سوء استفاده بکنن. شما فقط در این شرایط به توست وریفیکیشن نیاز دارین. در غیر این صورت بخش آی کلاود، بخش فایند مای که میتونه گوشیتون اگر گم بشه، اپل واچتون اگر گم بشه، ایپادتون اگر گم بشه از طریقش فعال بکنید و پیداش بکنید. فقط یه موضوع دیگه که باقی میمونه، در اپلیکیشن هوم زمانی که میخواید اکسسوری مثل هوم پاد مینی اضافه بکنید، اونجا هم به وریفیکیشن نیاز دارید به سبب مسائل امنیتی و قابلیت‌های ایرتگ. به همین دلیله. خلاصه داستان همین، آموزش ساخت اپل آی دی برای شما دوستان عزیز که دیگه پول ندید تو بازار اکانت اپل آیدی براتون بسازن، خودتون انجام بدید اگر دوست دارید. اگر دوست ندارید خیلی اکانتش گرون نیست، پول بدین براتون بسازن. اصلا سایت های آنلاینی هم هست که این کار انجام میده، کافیه یه گوگل بکنید. در زندگیتون محقق باشید تا کارتون سریع و راحت پیش بره. دمتون خیلی گرمه، ارادتمند شما هر شبانه روز هفت روز هفته. امروز